سلام عرض میکنم خدمت همه شما دوستان عزیز، امیدوارم هر جایی که هستید خوب و خوش و سلامت باشین. امروز میخوام در مورد یک تولز خیلی مفید برای ماینر کوین هلیومتون صحبت کنم که با استفاده از این تولز شما میتونین درآمدتون رو به صورت ماهوار ببینید که چقدر هست و با هم اونها رو مقایسه کنید. با ما همراه باشید. خب دوستان، نمیخوام این ویدیو زیاد طولانی بشه. این یک تولز بسیار جالب هست که میخوام امروز برای شما آموزش بدم و من معمولا از این تولز گهگداری استفاده میکنم و خیلی قشنگ نشون میده که درآمد من از ماین کوین هیلیوم در اون ماه چقدر بوده. حتی در روز میتونیم یا در 3-4 روز گذشته این درآمدمون رو حساب کنیم و استفاده و لازم میشه این برای بعدها که هم در مورد تکس و کارهای دیگه میتونین از این استفاده کنین. خب خیلی سریع میخوام برای شما توضیح بدم، وقتی در وبسایت کوین هیلیوم هستین اینجا روی قسمت ماین کلیک کنین، بیاین پایین و روی هیلیوم اکسپلورر کلیک کنین روی اون نقشه، یا میتونین مستقیم برین داخل اکسپلورر .helium.com. من معمولا از راه هیلیوم میرم که مطمئن بشم همینجا هست و راحت هست. خب در این قسمت که هستین میرین روی قسمت تولز و این گزینه رو انتخاب میکنین، DEWI Reward Report، روش من کلیک میکنم، این صفحه باز میشه که شما میتونین با هر گوگلی اکانتی میتونین وارد این وبسایت بشین. من الان این رو ساین این ویت گوگل میکنم و در اینجا ایمیلم رو انتخاب میکنم، مثلا این یکی، و به همین راحتی داخل این وبسایت میشین. وقتی که داخل این وبسایت شدین 4 چیز از ما میخواد: اونر آیدی، هات اسپات آیدی و چه تاریخی، از چه تاریخی تا چه تاریخی. من میرم داخل یه دونه از این ماینرها، من داخل ماینر خودم میرم، کجا بود؟ اینجا بود، این قسمت، بله این ماینر من هست، روش کلیک میکنم و در این قسمت دو تا آیدی داریم اینجا، یکیش این قسمت ببینید نوشته اونر آیدی، یکیش هات اسپات آیدی. اونر آیدی منظورش این آیدی هست، چون من 3 ماینر دارم، وقتی روی این کلیک کنم هر تا 3 ماینر من رو نشون میده. الان ببینید این قسمت این اونر آیدی هست، یعنی این آیدی من هست اینجا، و اینجا هات اسپات های من هست، یعنی ماینر های من هست. من 3 ماینر دارم اینجا که همشون رو نشون میده. پس این شد اونر آیدی، من این رو کپی میکنم روی این قسمت که کلیک کنین کپی میشه، اونر آیدی پیست و اینتر رو بزنین. وقتی این کار رو کردین اینتر بزنین که اون قسمت اونجا بیاد. بعد در این قسمت من بر میگردم بک دوباره و این قسمت اون ماینری که من انتخاب کردم هات اسپات آیدی این یکی هست. اینجا یک علامت کوچولو داره که اون رو اگه بزنین سبز میشه و اون آیدیش کپی میشه. ببینین وقتی من فقط اونر آیدی رو بزنم هر ست هات اسپات من رو اینجا نشون میده، ولی میتونم که یکیش رو انتخاب کنم و همون یکی رو کپی کنم، یا اینکه از همینجا من کپی کنم. ببینید مثلا این آخرش چی است؟ S4P S4P یعنی این یکی State Hazelnut Damnation، اینجا ببینید اسمش هم همین هست. خب میتونم همین رو انتخاب کنم یا میتونم اون رو پیست کنم اینجا، فرقی نمیکنه. یا میتونین کلن هر ستاش رو ببینین، ببینین که مثلا این قسمت از همون اول تا الان اینقدر ماین کرده، از 37.25 HNT ماین کرده که قیمتش الان شده 1000 خورده دلار.
این یکیش 80 تا ماین کرده و قیمتش شده 2000 خورده ای، این یکیش 63 تا ماین کرده و قیمتش شده 1421. که کلا اینها رو جمع کنید میشه مقداری که شما ماین کرده. خب و این قسمت جالب است که میتونید دیت بزنید. من الان همین رو کپی کردم اینجا پیست میکنم و اینتر رو میزنم که فقط همین یه دونه ماینر انتخاب بشه، همین ماینر که اینجا میبینید استی هیلز اند دامنیشن. این قسمت میخوام ریپورت همین یکی رو فقط ببینم. اینجا میام استارت دیت رو میزنم. ببینید مثلا الان جون 2022 هست، من از اول جون تا همین روز امروز که 12 جون هست رو انتخاب میکنم. ببینید اینجا میاد که من از اول جون تا الان $14.17 درآمد داشتم با این ماینر، با همین ماینر فقط. و اینجا ریپورت میده که چقدر ماین کرده و در چه روزهایی، مثلا روز دیگه اول جون اینقدر، دوی جون اینقدر، سه جون اینقدر ماین کرده. و کلن که اینها رو با هم جمع کنیم میشه $14.17. من از این خیلی استفاده میکنم چون خیلی لازم میشه. بعض وقت آدم میاد میره مثلا ماه قبل رو میخوام با این ماه ببینم، الان سه ماه رو میخوام با هم مقایسه کنم، از اپریل میزنم تا جون که امروز هست. ببینید سه تا ماه رو برای من نشون داد. همین یک دونه ماینر در آپریل 2022 برای من $76 درآمد داشته، در ماه می $38 و الان که البته این ماه کاملی نیست، فقط 12 روزش گذشته، $14 درآمد داشته. و اینطوری میتونین ببینین که مثلا کدوم ماه بیشتر درآمد داشتیم. چون این رو وقتی شما میتونین استفاده کنین که مثلا فرض کنین یک ماه با یک آنتن 3 دی بی آی یا 4 دی بی آی مثلا ماین میکنین، ماه بعد میخواین یک آنتن با دی بی آی بالا 8 دی بی آی 9 دی بی آی میذارین و میخواین مقایسه کنین که با اون آنتن خوب جواب داد یا با این آنتن خوب جواب میده. اینطوری میتونین ببینین. یا اینکه جای ماینرتون رو عوض میکنین، مثلا یکیش رو یه روز میذارین یه طرف ساختمون، یه دفعه میذارین روی پشت بوم، یه روز میذارین، یک ماه میذارین اینجا و میتونین اینجا ببینین که چه تغییری اومده. من اصلا ببینم که این اگر که من نزنم اینجا استارت دیت رو نزنم، از همون ببینین چجوری یک 12 ماه قبل رو نشون میده. جون 2021 من $98 و یک ماهایی شده که من $227 هم درآمد داشتم از همون یک دونه ماینر. و خیلی اینفورمیشن خوبی هست که به شما میده. البته قیمت کوین پایین رفته الان و اینها رو کم نشون میده. اگه مثلا قیمت کوین هیلیوم بالا بره، خب اینها هم به همون صورت بالا میره. مثلا الان ممکنه امروز مثلا با قیمت کوینی که امروز مثلا من ببینم الان قیمتش چنده، کوین تی مارکت کپ هیلیوم مرچنتی الان قیمتش $9.28 هست. با این قیمت این ریپورت رو میده، مثلا با اون قیمتی که الان هست من اینقدر ماین کردم در این ماه $14. ممکنه این بعدا میتونه عوض بشه، مثلا چون قیمت کوین ممکنه بالا بره و همونطور بر همون منوال قیمت درآمدی که من داشتم هم بالا میره. خب امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. خیلی تولز جالب و راحتی هست، میتونید باهاش راحت کار کنین و ببینیم که چه کارهایی میتونید با این انجام بدین. من فقط یه دفعه دیگه هم به شما نشون بدم که اگر که هات اسپات آیدی رو نزنین و هر ستا رو اینجا شما انتخاب کنین، میبینین که اینطوری قشنگ هر چون ستا من الان هات اسپات دارم توی 12 ماه نشون میده که هر کدوم چقدر درآمد داشته با رسم نمودار. حالا من این رو مثلا میذارمش مثلا چارم اصلا از فوریه 2022 از اولش، ببینین
یک دو سه چهار پنج ماه گذشته. البته ماه آخر این قسمت کامل نیست ولی ماه قبل کامل تره. من هم میتونم بفهمم که مثلا سه تا هات اسپات دارم، همیشه ببینین آبیه از همه بیشتر ماین کرده بعدش، ولی به نفش و سبز فرق کرد. مثلا این در این ماه به نفش بیشتر ماین کرده ولی در ماهای بعدی سبز. حالا باید ببینیم که چه تغییری اومده که سبز رفته بالا و چه تغییری اومده که مثلا به نفش اومده پایین و چرا همیشه آبی، مثلا ماینر آبی من که اسمش این پایین می نویسه که D-A-N-D هولوگراف حالا هرچی بیشتر ماین کرده، چه آنتنی استفاده میکنیم یا چه جوری، چرا و چه دلیلی، چه موقعیت جغرافیایی داره مثلا، اینها بستگی داره و کجا اون رو نصب کردین، روی پشت بوم نصب کردین یا داخل خونه. خلاصه یک تولز بسیار جالب و خوبی هست که گفتم شما هم از این استفاده کنین و انشالله که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. خب طبق معمول هر سوالی دارین رو در قسمت کامنت ها بذارین، من حتما جواب میدم. لایک ویدیوی ما یادتون نره، سابسکرایب یادتون نره. موفق باشید، خدا نگهدار شما.